داریم با برادرم حاجی قاری علی احمد، یکی از قوماندانهای شجاع و دلیر حوزه جنوب غرب هرات که با مبارزات خستگی ناپذیر و هم مسافرین خود پیکر فرسودی کمونیسم بین المللی و سگهای زنجیری از یار از هم کوبیدن. ای برادر ما در نوار غربی با شجاعت فوق‌العاده خود و با محبوبیت خاصی که بین برادران هراتی داشتن واقعا وظیفه جهاد ایمانی و وجدانی خود را ثابت کردند. و ما میخواییم که پیام برادر بزرگ ما را برای مهاجرین ما در آلمان برسانیم. و فعلا از حاجی قاری خواهش میکنم که چند کلمه از صحبات خود ما را مستفید بسازن. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فکر میکنم در رابطه با مسائل سیاسی افغانستان بحث‌ها و گفتنی‌های زیادی بوده که از طرف خیلی شخصیت‌ها عنوان شده و بحث شده و تحلیل شده. مطلبی که وظیفه خود می‌دونم تا که اشاره بدم، ما یک مرحله را از کار انقلاب با پایان رساندیم. قوای اشغالگر روسی در هم کوبیده شد، نظام وابسته به روسیه نابود شد. خب حالا ده بس فکر اینیم نظامی که بر اساس تشکیل و نظام 14 سال مردم افغانستان چی در میدان جهاد، چی در میدان سیاست، چی در میدان هجرت با هزار گونه مشکلات و کمبودی های مواجه بودند و پشت سر گذاشتند. و امروز ما که بررسی میکنیم تا حدودی برادران مجاهد در صد افغانستان قسمت از وظایف خود انجام دادن و افغانستان میره که دارای ثباتی بشه و دارای نظام بشه. یک کشور، یک نظام وقت ثبات پیدا میکنه که نیروهای آگاه و متخصص و متعهد سهم فعال داشته باشند. من شخصا معتقد به اینم و همین نظر من هست که کار دیروزی را مردم افغانستان، مجاهدین افغانستان با کم تجربگی، با عدم آشنایی به علوم امروزه انجام دادن و کار آینده افغانستان که نظام شکل میگیره و تشکیل میشه قطعا دیگه عموما مجاهدین نمیتونن نقش داشته باشند، چون وقت کار متخصصین، کار آشنایان به علوم امروزی، کار تخصص، کار کارشناس. و اینه که اونهایی که امروز در میدان جهاد و در میدان مبارزه سهم فعالی داشتن و قطعا در ساختار بازسازی و ساختار و کارهای تخصصی و سهم فعال نمیتونن داشته باشن. بجاست ها برادرانی که از ما در تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مهاجر شدن و آشنایی و شناختی با انواع علوم پیدا کردن و تخصص دارن در خیلی از مسئله کشوری خود، در قسمت بازسازی، در قسمت فعال شدن کارخانجات، در قسمت فعال شدن معادن، در قسمت فعال شدن صنایع، فقط این وظیفه وجدانی خود دانسته در رابطه با اینها به افغانستان سهم بگیرن، چون افغانستان امروز نیاز داره، نیاز به انسانهای آگاهی داره، نیاز به انسانهای متخصص داره، نیاز به انسانهای متعهد داره، نیاز به انسانهای با دانش داره که بیان به هر حال کشور خود سر و سامانی بدن، به هر حال کمبودی ها و نیازمندی ها کشور خود تامین بکنن. ما وقتی که بررسی میکنیم 14 سال ما در دوران جنگ دانشگاه معقب مون، معادن و صنایع معقب مون، مکاتب و مدارس معقب مون، در عوض خرابی های زیادی به مملکت شده
خانه‌های زیادی از مردم نابود شده، یک تمام از تمام خاک افغانستان منهدم شده. اینها نیاز به امکانات داره، اینها نیاز به دانش امروزی داره که اینها روی فرمول‌های درست علمیه که امروز دنیا روی به سوی تمدن و ترقی پیش میره، اینها نیاز به بازسازی با تخصص داره که ما دیگه با دنیا به عنوان کشور عقب مونده و بی‌فرهنگی نباید مطرح باشیم. باید حقیقتاً انسان‌های با دانش و با فرهنگ ما در سراسر دنیا از ما هست. تا جایی که دوستان صحبت می‌کنند در آمریکا، در آلمان، در فرانسه، در ایران، در پاکستان، در خیلی از کشورهایی که مهاجر بودن، داخل مدارس بودن، داخل دانشگاه‌ها بودن، استاد بودن، معلم بودن، دیگه حال وقتی این گذشته که بیان از دور قضای افغانستان مطالعه کنن، بیان در بدری ملت خود را نزدیک ببینن، بیان آوریگی ملت خود را نزدیک ببینن، بیان مشکلات ملت خود را با چشم دل لمس کنن، با چشم سر ببینن و با چشم دل لمس کنن، ببینیم ملت ایشان، این برادران ایشان، این خانه های ایشان، این دیواره های گیلی که اینا داشتن از اینا چی ساخته شده، بیان ببینن دیات اینا چیگونه ویرونه شده، شهرها از اینا چیگونه منهدم شده. نیاز بیداره بیان ببینن، حداقل اگر فعلا امکانات برای بازسازی نیست، میتونن با چشما خود، با ارتباطات خود، با مردم خود حداقل تسلی خاطر بدن و پیامی به این مردم داشته باشن که خب به هر حال بگوین که ما هم که مهاجر بودیم جدا از شما نبودیم. تبریک. خب برادرامو زحمت کشیدن، آقای نجومی و همسالی برادر آمدن، مسائل را نزدیک دیدن، با مردم خود نزدیک صحبت کردن، دگرا هم بیان ببینن مشکلات مردم خود لنس کنن، ببینن که مردم اینا چی شک 14 سال رنج و درد و مشقت تحمل کردن. و ما باز هم تکرارن میگم کار فردای افغانستان کار دانش، کار علم، کار تخصصه. افغانستان کشور بکری، معادن ما بکره، صنایع ما بکره، اندیشه ها ما بکره، همه چیز ما بکره. به هر شکلی که متخصصین ما و دانشمندان ما ساختار اجتماعی و فرهنگی خور بر اساس عنعنات ملی خود سر و سامانه بدن، به همون شکل رشد میکنه. چون مردم ما مطمئنم در هر کشوری که بودن درد بیوطنی رساس کردن. من فکر میکنم که به دنیا بالاتر دردی از درد بیوطنی نیست برای انسانی که آگاهی و شعور و دانش داشته باشه. انسان هر اندازه که تخصص داشته باشه و هر اندازه که آگاهی داشته باشه در هر کشوری که باشه، تا زمان اون جامعه پذیرش داره، تا زمان اون جامعه آدم رو تحویل میگیره که همین تخصص و دانش خود آدم داشته باشه. وقتی تخصص و دانش نداشت هیچ. اما اگر انسان در بین جامعه خوب باشه، در بین ملت خوب باشه، در بین قوم خوب باشه، ولی او تخصص نداشته باشه، دانش نداشته باشه، علم نداشته باشه، پول نداشته باشه، بازم جا داره، بازم مردم او میشناسن، این بچه فلانیه، جای پای داره، موقعیتی داره، احترام داره. برها دوستان برادرانی که صحبت هامو میشنوین، من قلبا به شما سلام تقدیم میکنم و انتظار دارم که انشالله شما هم تشریف بیاریم، کشور خود را نزدیک ببینیم. ما هم به عنوان برادرها شما به این فکر، این توقع و انتظار از شما نداریم که ما 14 سال جهاد کردیم بیایم شما رو احترام بگذاریم. نه، ما وظیفه شرعی و وظیفه اسلامی خود انجام دادیم. این انتظار از شما ها داریم که تخصص شما، دانش شما، دانش شما، فن شما، آگاهی شما بیای کمکی بکنه برای ساختار بازسازی کشور شما، برای ساختار سیاسی کشور شما، برای ساختار علم امروزی کشور شما. کشور شما امروز به تکنولوژی داره، کشور شما امروز نیاز به تکنولوژی داره، نیاز به علم داره، نیاز به دانش داره. اندوختهایی که شما دارید بیاید برای جامعه خونها رو به کار ببندید تا جامعه شما بتونن از شما استفاده بکنن. دیگه من بیشتر توضیح ندارم، از خدا آرزو میکنیم که یک روزی کشور ما یک کشور باثبات و بانظمی باشه که دیگه برادران ما در هیچ کشور علاقه نداشته باشن بمونن، علاقه داشته باشن که میان به سرزمین خوب و خاک خوب، قوما و خشا و دوست و رفقا خور ببینن. در آخر باز از خدا آرزو میکنم که آرامش به کشور ما عنایت کنه تا مردم ما کنار همدیگر در جهت بازسازی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و ساختار حکومتی کشور خود مشترکاً سهم بگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله. از برادر ما که وقت خود برای ما دادن خیلی تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که پیام های شایسته از اینا را برای برادرای مهاجر به آلمان برسانین که برادرم حتی برای تعطیلات هم که شده مسافرت به هرات و دیگر نقاط افغانستان بکنن و از وطن خود بازدید بکنن. امیدوار هستیم. هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای باختر،
منجم زاده به شما سلام تقدیم میکنم. فیلمی که شما مشاهده کردین و خصوصا مصاحبه‌ای که شما با حاجی قاری دیدین حدود تقریبا 22 سال قبل بوده که با امکانات بسیار محدودی تهیه شده. این اطراف مسجد قلدرواز هست، نه مهدیه فیلی بلکه مسجد قلدرواز که یک وقت پایگاه حاجی قاری هم بوده و این اطراف این مسجد است که شما میبینین که تا چه اندازه منهدم شده. البته این تخریب ها در زمان مجاهدین صورت نگرفته، برای اینکه این فیلم تقریبا چند ماه پس از سقوط رژیم کمونیست تهیه شده و تمام تخریب هایی که شما میبینین در اطراف مسجد، یعنی بالاتر از جوی انجیر و قلدرواز که هسته، همه توسط تیاره های بمفکن روسیه تخریب شده. البته اگر شما حال به این مناطق برین حتما این مناطق شما نمیتون بشناسین، برای اینکه کاملا آباد شده. ما در اون وقت یک فیلم بسیار طولانی را تقریبا نزدیک به 3 ساعت تهیه کردم و با اکثر جاهایی که من میرفتم مردم از دور صدا میدادن که نرین که اینجا ماین گذاری شده و خطرناک است و ما این فیلم را با همون شرایط بسیار دشوار تهیه کردم. کوشش میکنم که در آینده بخشای از اون که شاید صدا نداشته باشه من خودم کوتاه صحبت کنم خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم کنم. این یادگاری است از 22 سال قبل و تخریب هایی که صورت گرفته. انشاءالله امیدوار هستیم که در آینده چنین تخریب هایی صورت نگیره و ما در فضای نسبتاً آرامتری زندگی داشته باشیم. از توجه شما تشکر میکنم.